همراه میشیم با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس. سلام میکنم به شما علیجانی. بالاخره سند مشارکت اسماعیلی در فساد کلاک منتشر شد. این سند و قاضی و مقامات قضایی حتما قبلا دیدن. نظامی که مدعی مبارزه با فساد تو پرونده اکبر طبریه، چرا از رئیس دفتر رئیسی با وجود این همه سند و مدرک حمایت میکنه؟ با سلام. بله، این آقای غلامحسین اسماعیلی یکی از کارگزاران واقعا تراز نظام ولایی است و طبق اصل حفظ مقدمه واجب خود واجب است، حفظ نظام اوجب واجبات، بنابراین حفظ کارگزاران نظام هم اوجب واجبات. این آقای اسماعیلی بر اساس شناختی که الان من ازش دارم یکی از شارلاتان ترین و دروغگوترین افراد کارگزار نظام هست که به قول عامیانه مادر خودش رو هم حاضر بفروشه. اون همشهری آقای رئیسیه و از همون مشهد دادستان عمومی و انقلاب مشهد شروع کرده. سال 88 تا 93 که زندانیان جنبش سبز اونجا بودن، این میشه رئیس سازمان زندانهای ایران و ضرب و شتمی که در بند 350 زندانیان رو کردن، اومد تو افکار عمومی، تو مصاحبات دروغ به دروغ وارونه کرد، گفت زندانیا حمله کردن. یعنی یک همچو شخصیت در واقع دروغگو و پشت هم اندازی است. همین رو در رابطه با پرونده سحر خدایاری هم گفت. به این با این خوش خدمتی ها بعد شد مسئول رئیس دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر. تو همونجا یه دسته گل دیگهش پرونده سعید طوسی رو با یه دزدی ولایی، برخورد ولایی اصلا ورداشت خودش کنار و پرونده رو از دور خارج کرد. حالا بعدا مسئولیت های بالاتر گرفت، سخنگوی قوه قضاییه، وقتی رئیسی آمد به ریاست جمهوری این کرد رئیس دفترش. حالا کارگزار نظامه و تو این پرونده هم چیز جدیدی که مطرحه اینه که این پرونده سرنخش و بالاترش میرسه به بیت رهبری، خود خامنه‌ای توش هست و این نشون میده که هر فسادی که درصدی به بیت بده، سپاه بده و بویژه به سپاه قدس بده، در واقع حلال شده و میتونه در مسئولیت باشه. البته این مسئولیت هم تا اطلاع ثانویه. ببین، اکبر طبری هم همولایتی لاریجانی بود، این ایشون هم ولایتی رئیسی، اون هم ولایتی لاریجانی بود. تا موقعی که لاریجانی زدایی شروع نشد، همین اکبر طبری مسئولیت داشت. حالا ممکنه یه روز نوبت همین غلام حسین اسماعیلی هم برسه و تاریخ مصرف اونم به پایان برسه و اونو در همین جایگاه ولایی ببینیم، مگه مباشرا بتونن زرنگی داشته باشن، ارباب عوض کنه، همین کاری که اکبر طبری داره ظاهرا میکنه. آیه علیجانی، همه متهمان تو گزارش مشتبه هم بود تو پرونده اکبر طبری حکمشون نقض شده به غیر از خودش. بعد از این همه سر و صدا ها به زندان برگردوندن دیروز تا یک نمایشی، مگر میشه تمام شرکای یک مقام قضایی بیگناه شناخته بشن، اون به خاطر همون پرونده محکوم بشه؟ فکر میکنید سیاسی نباشه این مسئله؟ بله، قطعا سیاسیه. یعنی وقتی لاریجانی زودایی شروع شد این باندو گرفتن. البته حالا این به اون معنا نیست که اینا مثلا همش پاپوش بوده و مثلا هیچ تو پرونده نیست. نه، واقعا ممکنه هم چیزی هم باشه. برگشتن ایشون هم به زندان، من نمایشی میدونم. من یه مدت تو همین دو الف سپاه بودم، دو تا اتاق اونور سر ما شهرام جزائری بود، بعد خانواده های ما میوه و سبزیجات و لبنیات نمیگرفتن، گفتن معتادا توش مواد میارن و توی یه ملاقات ما دیدیم این آقای شهرام جزائری با یه چرخه بار بسیار بزرگ وارد شد. بنابراین این هم زندانشون هم به نظر من ظاهریه و فکر نمی کنم این زندان واقعی باشه. همین حالا هم دارن سازمان اطلاعات، حفاظت اطلاعات سپاه رو تبدیل به سازمان می کنن که بیان مثلا این فسادا رو جمع کنن، اما دست بالای دست بسیار ممکنه خود اونها هم تبدیل به یه باند جدید بشن و بگن کش ندهید، همه با هم بخورید، یا آتش بس موقت بدن که طبری و امثال طبری هم میتونن با تغییر ارباب دوباره به سیستم برگرد. بسیار ممنونم از شما رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی.